سلام به بخش خبری تلویزیون ایران فردا خوش آمدید سیمین بهبهانی غزر سرای برجسته ایرانی و از مهمترین شاعران معاصر ایران که از روز چهارشنبه پانزده مرداد ماه در بیمارستانی در تهران بستری شده بود به کما رفت فریبرز رئیستانا از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و مدیر نشر نگاه و ناشر آثار سیمین بهبهانی درباره وضعیت جسمانی سیمین بهبهانی گفته است من تا پایان ساعت ملاقات در بیمارستان بودم حال ایشان خوب نیست و ریشان آب آورده به گفته فریبرز رئیستانا حال خانم بهبهانی مجموعا خوب بود اما به تدریج وضعیت جسمانی ایشان بحرانی شد و اکنون رو به وخامت گذاشته رئیس افسوده است که سیمین بهبهانی در کمای کامل به سر میبرد و در سی سی یو بستری است سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی زاده 28 تیر 1306 در تهران است او از دوازده سالگی به شعر روی آورد و پیش از انقلاب قزلهای آشغانه می سرود مجموعه های جای پا مرمر چلچراغ از او که پیش از انقلاب در ایران انتشار یافته از پرشورترین اشعار تغذلی است که توسط زنان شاعر به فارسی سروده شده است معاون امور خزانهداری آمریکا در امور مالی و تروریسم نسبت به هر گونه مبادله نفت ایران با کالاهای روسی هشدار داد و گفت هر نهادی که وارد این معامله شود با تحریم های آمریکا مواجه خواهد شد. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که ایران و روسیه در حال پیشبرد توافقی به ارزش 20 میلیارد دلار هستند که مبنای آن بر اساس فروش نفت در ازای کالاست. به گزارش خبرگزاری رویترز دیوید کوهن معاون امور خزانه داری آمریکا در امور مالی و تروریسم درباره تفاهم نامی نفتی ایران و روسیه ضمن هشدار به دو کشور در این حال گفت هنوز دقیقا معلوم نیست که این دو کشور آیا درباره سواب یا همان معاوضه نفت و کالا توافق کردند یا نه وزیران نفت ایران و روسیه روز چهاردهم مرداد یادداشت تفاهم پنج ساله ای را امضا کردند که به همکاری های دو کشور از جمله در بخش نفت مربوط است الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه بعد از امضای توافق با بیژن نامدار زنگنه همتای ایرانی خود اعلام کرد که بر اساس پیشنهاد تهران روسیه در ساماندهی های نفت ایران مشارکت می کند. اما مدت زمان کوتاهی بعد وزارت انرژی روسیه اظهارات نوواک را پس گرفت و در بیانیه خود ای به خرید نفت از ایران نکرد تفاهم مانند قرارداد الزام آور نیست اما در صورتی که دو کشور بر اساس همین تفاهم نامه قرارداد امضا کنند این قرارداد بنا به گفته نواک پنج ساله خواهد بود روسیه قبلا نیز از توافق اولیه و مقدماتی با وزارت نیروی ایران به منظور امضای 8 تا 10 میلیارد دلار قرارداد در چهار حوزه ساخت نیروگاه‌های حرارتی، برق آبی، شبکه انتقال افزایش راندمان شبکه انتقال و توزیع برق و تبادل و ترانزیت برق و همچنین ساخت نیروگاه های هسته جدید برای ایران خبر داده بود دو کشور ماه هاست که بر سر صادرات روزانه 500 هزار بشک نفت ایران به روسیه مذاکره می کنند مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو پیشتر اعلام کرده بود که روسیه می تواند در قبال خرید نفت از ایران دومین راکتور نیروگاه بوشهر را بسازد یا کامیون ریل راه آهن یا کالاهای دیگر به ایران صادر کند و همچنین می تواند در ایران پالایشگاه های کوچک احداث کند. ارزش 500 هزار بشک نفت که برابر 40 درصد از حجم کنونی صادرات نفت ایران است، سالانه 20 میلیارد دلار است. در این زمینه علی ماجدی معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت ایران روز 15 همه مرداد ماه به ایرنا گفت که انعقاد قرارداد 20 میلیارد دلاری خرید نفت ایران از سوی روسیه واقعیت ندارد گفته شده بر مبنای این توافق نفت ایران با مواد صنعتی چون فلزات و همچنین مواد غذایی مبادله می شود اما این توافق شامل تجهیزات نظامی نمی شود در همین رابطه یک مقام ایرانی هم به رویترز گفته این توافق برای مدتی بین دو تا سه سال برنامه ریزی شده و در آن قیمت نفت اندکی کمتر از قیمت رایج در بازار پیش بینی شده است. وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی با اشاره به امضای یک تفاهم نامه میان این وزارتخانه و حوزه های علمیه از پررنگتر شدن نقش روحانیت در مدارس کشور خبر داد علی از فانی به خبرگزاری مهر گفته است که اهمیت و تأثیر حضور کارشناسان دینی در مدارس کشور بر کسی پوشیده نیست و آموزش و پرورش نیز بر این مهم اذعان دارد وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی با تاکید بر آنچه ضرورت اجتناب ناپذیر بهرهگیری از آموزه های قرآن و اطرت در نظام آموزشی کشور خوانده افسوده است که در تفاهم نامه ای که با حاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمی امضا کرده تصریح شده که از حضور علما و کارشناسان دینی در آموزش و پرورش کشور بهره گرفته شود اسلامی شدن آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت ایران یکی از شعارهای اصلی جمهوری اسلامی و مورد تأکید دو رهبر آن بوده است. سردبیر یک روزنامه امارات متحده عربی ابراز امیدواری کرد خبرنگارش در تهران که ماه گذشته به دلایل نامعلومی بازداشت شده هرچه زودتر آزاد شود یگانه سالی که به عنوان خبرنگار خارجی برای روزنامه نشنال چاپ ابوظبی کار میکرد در روز 22 ژوئیه همراه با جیسون رضاییان همسرش که خبرنگار واشنگتن پست در تهران است بازداشت شد محمد الاتیبه سردبیر روزنامه نشنال در یادداشتی که در صفحه نخست شماره روز پنجشنبه این روزنامه چاپ کرد گفته که اعتقاد ندارد گزارش های خانم صالحی روی کردی ضد ایرانی داشته و با مسائل حساس امنیتی سر و داشته باشد سردبیر نشنال از خانم سالهی به عنوان خبرنگاری با مهارتی بالا یاد کرده و گفته که گزارش های او به حکومت ایران کمک کرده است تا این حکومت بتواند چشمندازی از ایران به همسایگانش در خلیج فارس ارائه کند نشنال یک روزنامه انگلیسی زبان است که مالک آن امیرنشین ابو زبی است خانم سالهی از ژانویه امسال به طور منظم برای این روزنامه کار می کرده است مقام های جمهوری اسلامی بازداشت خانم صالحی و سه خبرنگار آمریکایی را تایید کردند اما هنوز دلیلی برای دستگیری این عده ارائه ندادند مذاکرات هسته‌ای دو جانبه بین جمهوری اسلامی و آمریکا در شهر ژنو سوئیس شب گذشته بالاخره پس از چندین ساعت گفتگو پایان یافت. وزارت امور خارجه آمریکا این مذاکرات را سازنده توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا هم از قول یکی از اعضای هیئت ایرانی نوشته است که هدف از این مذاکرات ادامه رایزنیها درباره موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه های طرفین بود. مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در شهر ژنو پس از رایزنی های فشرده طرفین درباره اختلافات در حالی پایان یافت که جزئیات زیادی از این نشست منتشر نشد این مذاکرات پس از برگزاری دو دور مذاکره پایان یافت نمایندگان ایران و آمریکا در دور اول مذاکرات خود در ژنو به مدت سه ساعت به صورت رو در رو و مستقیم مذاکراتی محتوایی و جدی داشتند و پس از آن طرف این گفتگوهای خود را متوقف کردند. در این مذاکرات از سوی ایران، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه و سوی آمریکا ویلیام برنز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا حضور داشتند کارشناسان دو کشور نیز در این مذاکرات شرکت دارند پیشتر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای گفته بود گروهی که به سرپرستی آقای برنز معاون وزارت خارجه آمریکا به ژنو می رود را جیک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا نیز همراهی می کند. یک عضو تیم مذاکره کننده ایران در گفتگو با ایرنا هدف از این دیدار را ادامه رایزنی ها در مورد موضوعاتی که طرف ها بر سر آن اختلاف دارند و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه ها عنوان کرده است. ظرفیت غنیسازی از جمله مهمترین موضوعات مورد اختلاف بین طرف ها عنوان شده است و آنها در تلاشند تا در این مورد در متن توافق نهایی به نتیجه مشترکی برسند. اخیرا علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است روند مذاکرات به خوبی پیش می رود و جای نگرانی وجود ندارد. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان و چهره های اصولگرا در ایران به دولت در مورد گفتگوها هشدار دادند. علی رزا زاکانی از جمله این افراد است که شنبه گذشته ادعا کرده بود در مرکز غنیسازی فردو تغییر ساختار صورت گرفته است. در آمریکا نیز گروهی از نمایندگان جمهوری خواه خواستار آن شدند که هر گونه توافقی از سوی دولت برای بررسی و پذیرش نهایی به کنگره ارائه شود. هرچند به نظر نمی رسد این موضوع در سنای آن کشور تصویب شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است مذاکرات اصلی با پنج به علاوه یک در اوایل سپتامبر آینده از سر گرفته می شود. گفتنیست در آخرین دور از مذاکرات هسته ای که با شرکت نمایندگان ارشد ایران و گروه پنج به علاوه یک برگزار شد طرفین نتوانستند بر سر میزان غنیسازی ایران و طول دوره توافق جامع به توافق برسند و این مذاکرات به توافق طرفین به مدت چهار ماه تمدید شد صدها نفر از مردم غزه با انجام راهپیمایی در آخرین روز آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و گروه های فلسطینی شعار مقاومت سر دادند بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این راهپیمایی با سخنرانی مشیر المصری یکی از رهبران حماس همراه بوده که در جریان اون تاکید کرد جنگ هنوز به پایان نرسیده است و اسرائیل باید شروط حماس را بپذیرد آقای مصری خطاب به جمعیت گفت مردان ما هنوز در جبهه هستند و دلاورانه پیش می روون. انگشتان ما روی ماشه هستند و موشک های تلاویو را نشانه رفتند. وی تاکید کرد که جنبش مقاومت بر سر سلاح‌های خود هرگز مذاکره نکرده است و نخواهد کرد. حملات اسرائیل به غزه در یک ماه گذشته جان حدود 1900 فلسطینی را گرفته است که کودکان و زنان بخش بزرگی از قربانیان را تشکیل می دهند. امریکا انتقادهای شدید بین المللی را به دنبال داشته است. در این حال غزه سال هاست که محصور مانده و پیوندان با جهان قطع شده است که رفع حصر این منطقه یکی از شروط حماس برای پایان دادن به جنگ است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید کشور اردن دست کم در صد مورد از پذیرش فلسطینیانی که از مرز سوریه قصد پناهنده شدن به این کشور را داشتند سر باز زده. دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است در گزارشی 44 صفحه‌ای مدارکی منتشر کرده که نشان می‌دهد اردن هفت مرد فلسطینی که از خانواده هایشان جدا شده بودند را به سوریه بازگردانده و چهار نفر دیگر را هم به اردوگاه آوارگان سایبر در شمال اردن انتقال داده دیدبان حقوق بشر این اقدام اردن را برخلاف قوانین بین المللی ارزیابی کرده است مقام های اردن هنوز واکنش رسمی به این گزارش نشان ندادند اما این کشور به تازگی قانونی به تصویب رسانده که پذیرش پناهجویان فلسطینی را ناممکن میسازد. بسیاری از فلسطینیان در نیم قرن گذشته سرزمین های خود را رها کرده و به سوریه، لبنان و اردن نقل مکان کردند به طوری که از نظر نژادی گفته می شود، اکنون نیمی از جمعیت حدود 8 میلیون نفری اردن را فلسطینیان تشکیل می دهند. نخست وزیر ترکیه به دلیل اظهاراتش مبنی بر اینکه ارمنستانی بودن زشت است به نجات پرستی متهم شد به گزارش خبرگزاری فرانسه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در گفتگو با کانال تلویزیونی انتیوی از اپوزیسیون به دلیل اتهام زنی به وی و اینکه وی را از قوم دیگری دانستند به شدت انتقاد کرد اردوغان گفت آنها مرا گرجستانی مینامند ببخشید گاهی حتی چیزهای زشتری گفته و مرا ارمنستانی میخوانند تا آنجا که از پدر و پدر بزرگم به یاد دارم من یک ترک هستم اظهارات وی مبنی بر اینکه ارمنستانی بودن خیلی زشت است خشم رسانه های اجتماعی را به دنبال داشته است هایکو باغداد ستون نویس معروف ترکی ارمنستانی در پاسخ به اردوغان نوشت مرا ببخشید اما لطفا بروید و رئیس جمهور کشور دیگری شوید ملدانور قانونگذار حزب مردم جمهوری خواه نیز گفت آیا قومیت دیگری مانده است که از سخنان نفرت انگیز اردوغان در امان باشد؟ اتهامات علیه اردوغان مبنی بر ایجاد تنش‌های قومی و فرقه‌ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور به طور جدی بالا گرفته است. شامگاه پنجشنبه در یک عملیات انتحاری در منطقه کازمیه در شرق بغداد دست کم 17 نفر کشته شدند. بر اساس این گزارش در این عملیات انتحاری ده ها نفر نیز زخمی شدند به گفته مقامات عراقی راننده یک خودروی حاوی مواد منفجره ایستگاه پلیس منطقه را هدف قرار داده بود از روز چهارشنبه تا کنون در بمبگذاری ها و عملیات انتحاری در مناطق اکثرا شیعه نشین بغداد دست کم 80 نفر کشته شدند شرایط عراق این روزها بسیار پیچیده و ویژه است در حالی که در شمال این کشور نبردهای سنگینی میان داعش با مدافعان کرد منطقه و ارتش عراق جریان دارد در ساختمان پارلمان در بغداد نمایندگان هنوز بر سر انتخاب نامزد پست نخست وزیری توافق ندارند در همین حال ایالات متحده ای آمریکا گفته است که این کشور برای مسئله عراق راه حل نظامی ندارد. منابع پارلمان عراق اعلام کردند نشست روز پنجشنبه نمایندگان که قرار بود با ارائه تعریفی واحد و مورد تایید همه جریانهای سیاسی درباره فراکسیون بزرگ پارلمانی پرونده پست نخست وزیری را یک گام به جلو ببرد اما در ساعت زور به درخواست فاد معصوم رئیس جمهوری متوقف شد گفته می شود معصوم از رئیس پارلمان خواست اعضای هیئت رئیسه پارلمان را برای برگزاری یک نشست ویژه فراخوان بر اساس جدول تعیین شده در قانون اساسی رئیس جمهوری عراق از روزی که به این سمت برگزیده می شود 15 روز فرصت دارد تا نامزد پست نخست وزیری را به پارلمان معرفی کند و رأیگیری صورت گیرد فرصت فاد امروز جمعه به پایان می رسد اما به دلیل وجود اختلافات شدید میان جریان های سیاسی هنوز نامی به عنوان نامزد پست نخست وزیری به پارلمان معرفی نشده است در حال حاضر مشکل اساسی بر سر تعریف فراکسیون بزرگتر پارلمانی در اطلاف ملی جریانی متشکل از مجلس علا، جریان سعد، حزب دعوه، اعتلاف دولت قانون، فضیلت و برخی شخصیت های مطرح مانند ابراهیم الجعفری و احمد الچلبی است. اما مجادلات پارلمانی در حالی جریان دارد که گزارش های رسیده از شمال عراق حاکی از ادامه نبردهای شدید در مناطق شمالی عراق به ویژه در نزدیکی های منطقه اقلیم کردستان عراق است. در همین حال، گزارش ها حکایت از پیشروی سریع نیروهای داعش در شمال عراق به سمت مرکز استان کردنشین اربیل دارد. رویترز می نویسد، عکسهایی که به دست این خبرگزاری رسیده است، نشان می دهد. جنگجویان داعش کنترل یک ایستگاه بازرسی در مرز منطقی خودگردان اربیل را در دست گرفتند و این ایستگاه فقط سی دقیقه با اربیل فاصله دارد این گزارش میگوید که نیروهای داعش پرچم سیاه خود را بالای این منطقه بازرسی به اهتزاز درآوردند اما در این حال یک مقام امنیتی کرد این مسئله را تکذیب می کند. از سوی دیگر دولت منطقی کردستان عراق نیز میگوید که نیروهای آنها در حال پیشروی هستند و به مردم عراق اطمینان میدهند که کردها تروریست‌ها را شکست خواهند داد. نیروهای داعش در ادامه پیروزی‌های خود روز پنجشنبه شهر قرقوش را فتح کردند که بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق است. به دنبال این رویدادها فرانسه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با تهدید ها در عراق شد لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفته است با توجه به جدیت اوضاع که غیر نظامیان و اقلیت‌های مذهبی نخستین قربانیان آن هستند فرانسه از شورای امنیت درخواست تشکیل جلسه اضطراری کرده تا جامعه جهانی بتواند برای مقابله با خطر تروریسم در عراق و محافظت از مردم اقدام کند. و در رویدادی دیگر هم سخنگوی کاخ سفید گزارشها درباره تصمیم باراک اوباما برای حملات هوایی به مواضع داعش در عراق را تکذیب کرد اما خاطرنشان ساخت که واشنگتن برای نجات اقلیت های دینی ایزدی به دولت عراق و نیروهای کرد کمک خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز روز 16 مرداد ماه در گزارشی عنوان کرده بود که باراک اوباما در نظر دارد برای کمک به چهل هزار اقلیت مذهبی ایزدی که در نقاط کوهستانی عراق اسیر نیروهای داعش شدند دستور حملات هوایی را صادر کند. بنوشه این روزنامه اقدام دیگری که اوباما در نظر دارد اعزام هاپیماهای حامل بسته های کمکی و انسان دوستانه به کوهستان محل سکونت ایزدی ها و پرتاب این بسته ها از آسمان است این گزارش اما واکنش جاش آرنه سخنگوی کاخ سفید را به دنبال داشت که حکایت از تکذیب ادعای نخست یعنی تصمیم آمریکا به حمله هوایی علیه داعش دارد آقای آرنس هزار داشت که آمریکا در حال حاضر راه حل نظامی برای مسئله عراق ندارد وی تأکید کرد که هر گونه اقدام نظامی آمریکا به شدت منوط به انجام اصلاحات سیاسی در عراق خواهد بود به گفته او شرایط وحشتناک انسانی که امروز در عراق حاکم است نتیجه ناکامی رهبران سیاسی این کشور است سخنگوی کاخ سفید در نهایت تاکید کرد که دولت آمریکا در رابطه با وضعیت ایزدی های عراق از تلاش نیروهای عراق و کرد حمایت می کند. نیروهای داعش پس از پیشروی خود در شمال عراق و سرزمین های محل سکونت ایزدی ها آنها را تهدید کردند که در صورت عدم تغییر آین خود قتل آن خواهند شد. امریک منجر به فرار بسیاری از اعضای این اقلیت مذهبی به کوها شده است اسلامگرایان افراطی گروه خودخوانده خلافت اسلامی طی ماه گذشته و آغاز حملاتشان در عراق به پیشرفتهایی در خاک آن کشور دست پیدا کرده و توانستند بخشهایی از آن را تصرف کنند معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور میگوید دولت در شرایط خطیری اداره کشور را به دوش کشیده و در التحابات حضور نخواهد یافت. حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت این اقدام ناپسند است که اگر دولت حاضر به حضور در التهاب زایی ها نشد جامعه را ملتهب کرده و بکوشیم تا فشار افکار عمومی را بر دولت افزایش دهیم. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور نوشت چرا در آستانه یک سالگی دولت ادهی به این فکر افتادند که برخی اقدامات در مورد زنان و مردان و یا بعضی سخنان خلاف اخلاق و شرع و غیره را ضرورت جامعه ما قلمداد کنند ابو طالبی در ادامه نوشت هر جامعه مسائلی بیشمار دارد که هر روز میتوانان را دستکاری نمود و برای مردم التهاب آفرید می توان با دست دادن به اقداماتی و یا حمایت از موضوعاتی تلاش کرد تا دولت را مجبور به تبعیت نمود اگرچه این خیالی باطل باشد این روشی سازنده برای دلسوزی در امور مردم و کشور و یا دین و دولت نیست و مطمئن باشید دولت در این التهابات حضور نخواهد یافت حسن روحانی خبرنگاران و رسانه ها را عامل بسیار مؤثری برای پیشگیری از فساد در جامعه دانست او گفت فساد موضوعی است که خبرنگاران و رسانه ها می در مهار و پیشگیری از آن مؤثر باشند روحانی همچنین روز گذشته هم با لحنی تند لب به انتقاد از بیعقلی دولت گذشته گشود و گفت در دولت قبلی تحت نام دور زدن تحریم ها نفت را دادند به ادهی بردند خوردند و ملت ایران را دور زدند رئیس جمهور اسلامی پیش از این نیز روز 23 اردیبهشت سال جاری با انتقاد شدید از دولت محمود احمدی نژاد گفته بود که ای با شعار مبارزه با ابرقدرتها جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند حسن روحانی به مناسبت روز خبرنگار با خانواده یکی از خبرنگاران دولتی کشته شده در افغانستان دیدار کرد و این روز را به روزنامه‌نگاران تبریک گفت. رئیس جمهوری اسلامی گفت شغل خبرنگاری شغل بسیار شریفی است و خبرنگارانی که به وظایف حرفه‌ای خود عمل می, کنند می توانند در جامعه تأثیر گذار باشند. روحانی اظهار داشت خبرنگاران و رسانه ها از یک سو می توانند اطلاعات صحیح را به جامعه عرضه کرده و باعث آگاهی و تعالی جامعه شوند و همچنین می توانند واسطه بسیار خوبی بین جامعه، نظام و دولت باشند. رئیس جمهوری اسلامی خبرنگاران و رسانه ها را عامل بسیار موثری برای پیشگیری از فساد در جامعه دانست و گفت فساد موضوعی است که مبارزه دائمی را می و برای مقابله با این معضل خبرنگاران و رسانه ها می توانند تأثیر زیادی داشته و در مهار و پیشگیری از آن موثر باشند روحانی گفت مشکلات اداری و آسیب‌های اجتماعی بسیار زیادی نیز وجود دارند و رسانه ها از جمله خبرنگاران می توانند با آن مبارزه کرده و آن را مهار کنند. روحانی هم در ادامه گفت دولت علاقمند است ارتباط دستویه و نزدیکی با رسانه ها و خبرنگاران داشته باشد و به همین دلیل از نقد آنها استقبال و در این حال به آنها توصیه می کند که از شرافت و حرفه خود حراست و مراقبت کنند. وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از فعالیت‌های های رسانه ها گفت دولت قصد دارد لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کند که مجموعه خبرنگاران با انجمن سنفی مرتبط با خود همراه باشند و اگر مشکلی هم وجود داشت از آن طریق نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند رئیس دولت یازام همچنین افزود دولت همچنین در زمینه ارائه خدمات و آموزش‌های لازم برای حرفه‌ای کردن خبرنگاران کاملا آمادگی دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اما روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با انتقاد شدید از سوء مدیریت‌های صورت گرفته در دولت های نهم و دهم ده گفت میگویند چه دارد آن کسی که عقل ندارد و چه ندارد آن کسی که عقل دارد با بی ها کاری کردن که آنها بیایند و نفت ما را تحریم کنند اقتصاد مقاومتی برای این است که هیچ ابرقدرتی حوسه تحریم به سرش نزند و این کار شده نیست روحانی در این نشست افزود بازی هایی که برخی این روزها در می آورند برای پوشاندن این رسوایی هاست ما قصد دعوا با کسی نداریم ولی مردم باید بدانند در سالهای گذشته چه بر سر آنها آمده است مگر برخی می توانند این دولت پاک را لکه دار کنند؟ فساد قرق شده ی سالهای پیش را مگر می شود با این سر و صدا ها شست؟ باید بیایند و جواب بدهند. رئیس جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به مسئله نفت و اهمیت آن خاطرنشان کرد دنیای غرب و کشورهای صنعتی از روزی می ترسیدند که صادرکنندگان نفت تصمیم بگیرند صدور نفت را تحریم کنند و این وحشت دنیای صنعتی بود اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورهای عمده خریدار نفت ایران در سالهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد خرید نفت از جمهوری اسلامی را قطع کردند یا به شدت کاهش دادند حسن روحانی در واکنش به پرونده رانت 650 میلیون یورویی هم گفت کسی نمیتواند دولت پاک وی را لکهدار کند و دروغها درباره این پرونده برای پوشاندن رسوایی ها و فسادهای سالهای گذشته است روحانی بی آنکه به نام احمد توکلی اشاره کند افزوده عدهای دولت را به راندخواری متهم بی کنند. مگر بعضی بعضیها میتوانند این دولت پاک را لکهدار کنند روحانی از رانت 650 میلیون یورویی به عنوان اقدام شجاعانه یک وزارتخانه در اعتماد به فردی برای ترخیص کشتی های ایران یاد کرده است گفتنیست است احمد توکلی و سایت الف اردی امسال از ارائه یک رانت 650 میلیون یورویی در مهر ماه سال 92 از سوی دولت روحانی به یکی از وارد کنندگان نهادهای دامی خبر داده بودند توکلی که این پرونده را پیگیری کرده اوایل مرداد نیز در نامه خطاب به حسن روحانی نوشت این همه اصرار در دفاع از راند بخشی و راند خاری برای دولت شایبه ایجاد می کند این پرونده نخستین و جنجالی ترین پرونده اقتصادی مطرح شده در دولت یازدهم است که روحانی پس از ماها سکوت در خصوص آن موزگیری تند و تیزی کرده است. مسعود شفیعی وکیل و فعال حقوق بشر که پس از وکالت سکوه نبرد آمریکایی در سال 1390 بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار و پس از آن ممنوع خروج شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت سه سال است که نتوانستم کار کنم پاسپورتم را هم گرفتند و ممنوع خروجم کردند در پاسپورت من حتی مهر خروج خورده یعنی الان من خارج از کشور هستم و اگر مشکلی برایم پیش بیاید یعنی در خاک ایران نبودم مسعود شفی وکالت پرونده سه کوهنورد آمریکایی سارا شورد، جاش فتال و شان بایر را بر عهده داشته که این ستن با رفع اتهام و آزادی در مهر ماه 1390 به آمریکا بازگشتند اما چند روز پس از خروج موکلان آقای شفی از ایران مأموران وزارت اطلاعات آقای شفی را احضار و بازجویی کردند مأموران اداره اطلاعات با ورود به منزل این وکیل در تاریخ 5 مهرماه ماه 1390 و تفتیش وسایل خانش او رو به اوین بردند و در اونجا وی چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفته هفته بعد از آن در فرودگاه و در حالی که آقای شفی آزم خارج از کشور بود گذرنامه وی ضبط شد و به او گفته شد که ممنون خروج است با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم به اتفاق همکارانم در بخش خبری از شما خداحافظی می کنم شاد و سربلند باشید